صبحتان بخیر بینید صبح زندگی هستیم و سپاس از شما ایزان که تا این لحظه ما را تنها نگذاشتیم و جا داره بازم تشکری کنم از اوی دزیزانی که همه روزه بیننده برنامه خودشان هستن و دیدگاهشان را طریق صفحه فیسبوک صبح زندگی همراه ما شریک می سازن آداب میل و تفریح هم موضوع امروزی ما هست دیدگاهی همی لحظه همراه ما شریک بسازین از طریق صفحه فیسبوک صبح و زندگی جامعه شناس محترم جناب آقای میرویس امین همی لحظه همراه ما هستن و صحبت های داشته باشن در رابطه با آداب میله و تفریح استاد محترم خوش آمدید میگم صبح زندگی بسم الله الرحمن الرحیم بسیار زیاد تشکر شما و سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و خدمت همکاران تکنیک شما و خیلی خوشحال هستیم که با شما هستیم سنده سلامت باشید آقای امین از اینکه شما هم دعوت ما پذیرفتید و آمدید به برنامه صبح و زندگی و السلام. در کل دیگه شاید ازی هستیم که در فصل بهار و در اولین ماهی که سپری شد در فصل بهار هر کسی به طرف میله و تفریح و چکر رفتن بیایم در کل در رابطه با آداب میله و تفریح صحبت های شما را هم داشته باشیم که دیدگاه شما در رابطه با آداب میله چی هست و چه نکاتی را باید کسی که به عنوان یک کسی که میره با فامیل خودش به میله و تفریح چه نکاتی را باید در نظر بگیره یقینا یعنی همه میدونیم فصل بهار است و فصلی است که خانواده ها دوستا و نزدیکا با همه براین و در دامان طبیعت و از همین رویانیدن گیا و از روییدن گیا یعنی به یک نحوی گرامی میدارن اونها را به یک نحوی از اونها خوش آمدید میگن به یک اصطلاح اما متاسفانه یک سری از دوستای ما و یک سری از هموطنای ما یعنی یک سری از اصول و ارزش‌های های حاکم را که باید یعنی در دامان طبیعت و به خاطر نگهداری و پاسداری همون طبیعت باید انجام شود یعنی متاسفانه گاه گاهی چنین چیزهایی را مد نظر نمی و به یک یک سری از رفتارها و با یک سری از همون واکنش اره که در حقیقت میان خود انجام می یعنی در حقیقت گاه گاهی باعث میشه که یعنی هموطنای دیگه ما که در اون میلجایی که رفتن هدیه با اونها هم مزاحمت ایجاد بکنن و حداقل یعنی به یک نحو مزاحم دیگران شوند در در زمان تفریح و میله کردن اونها یعنی متاسفانه یعنی چنین فرهنگی متاسفانه در میله و آداب تفریحی که ما اکثرا از هموطنهای خود میبینیم متاسفانه چنین اکتل عمل های نسبتا منفی در این قسمت وجود داره یعنی ده ما ده امیدوار هستیم که حداقل چنین رفتارها و چنین نگرش های نسبتا منفی و آن رفتارهایی که حداقل باعث آزار و وضعیت دیگران میشه یعنی امیدوار هستیم که چنین رفتارهای حداقل یعنی کاهش پیدا بکنه تا بله. هموطنان ما در این فصل بهار حداقل به صورت درستش از میله و تفریح خود یعنی به دامان و طبیعت لذت ببرن و حداقل همون زندگی خود را و از ذهن و روان خود را به یک نحوی شادمنترش نگه بدارن آقای امید چی فکر میکنین عواملی که سبب بری که بیان چنین افراد آداب میله را در نظر بگیرن چی هست به نظرتون من متاسفانه یک سری از هموطنان ما با یک سری از شوخ طبی هایی که دارن و با گه هم با یک سری از رفتارهای احساساتی که دارن زمانی که در میلجای میرن یا در تفریرگاهی میرن متاسفانه با یک سری از رفتارهای نسبتا یعنی کاکاگرانه کا کا که نسبت به خودشان انجام میدن متاسفانه یعنی به حضور دیگران را و لذت بردن دیگران را به یک نحوی یعنی نادیده میگیرن بنابراین بله. یعنی ما پیشنهاد میکنیم و پیام ما برای از هموطنان ما که هر یعنی چنین رفتارهایی را نظر نمیگیرن دیگران را حضورشان را نظر نمیگیرن و حد اقل یعنی رفتارهایشان باعث مزاحمت دیگران است پیشنهاد ما به عنوان یک شهروند افغانستان است که یعنی لطفا لطفا به دیگر هموطنهایتان هم احترام بگذارین بگذارن اونها هم حد اقل در زندگی خود لذت ببرند با خانواده خود چند لحظه ای در کنار خوشی و آرامی زندگی بکنند و همچنان به طبیعت هیچ گاهی آسیب نرسانند چون طبیعت همان قسمی که یعنی واقعا سرشت پاک و مقدس دارد پس ما هم یعنی میکنه که ما افغانستان حداقل با همون رفتارهای انسان مدارانه خود این طبیعت را گرامی بداریم و اون را به حداقل با همون اصول و اساسات شهروندی خود بله. یعنی پاسداری بکنیم بله دقیقا هر کس که به میله و به تفریح میره با 100 درصد آدابی که در نظر گرفته شده او را با 100 درصد پیاده کنه چرا که اگر او آداب و او کارهایی که با صورت بگیره در جریانی که ما در میله می باشیم صورت نگیره 100 درصد در نخاس بر مشکل ساز می باشه بیایم کمی در رابطه با حفظ محیط زیستم صحبت کنیم اکثر کسا را شاهد هستیم فقط چند لحظه چکر و میله رو نظر میگیرن و همون چیزی که مثلا بر چاشت یا برای دیگر یا برای چای سوپ هم حتی با میل میرن همون رو که استفاده کردن نوش جان کردن کسافات شد چهار طرف میندازن و برو دیگه با امان خدا یه وظیفه من همیشه ببین کبی در رابطه بهم صحبت کنه که اینم جزء از آداب میل رفتن هست یا خیر یقینا یعنی یقینا من همون قسمی گفتم که چون طبیعت پاک است و یعنی تقاضای طبیعت از ما همی است که باید یعنی مقدس گونه با او رفتار بکنیم یعنی باز هم متاسفانه یعنی فرهنگ بدی که ما یعنی <applause> شهروندای ما با او روبرو هستن و او را سر دست است که زمانی که در میلجای تفریح میرن یعنی متاسفانه همون چند لحظه بودن خود را یعنی بیشتر و مهمتر میپندارن تا به اینکه به طبیعت آسیب برسانن و حداقل یعنی متوجه از اینه نمیشن که ما طبیعت را چگونه نگه بداریم <applause> چند لحظه ای که شاید خودشان در اونجا باشن شاید یعنی به یک خوش بگذرانن اما ما از اینکه طبیعت را واقعا یعنی از خود آزرده میسازیم با طبیعت در رفتار خشنا میذاریم یعنی متاسفانه فرهنگ بدی است که امروز در اکثری از رفتارهای های اجتماعی ما متاسفانه وجود داشته یعنی حفاظت از محیط زیست از یک سو به همون انسانی و به اخلاقی یک رسالت انسانی است که هر کدامی ما و شما باید در این راستا باید باید پیشتازر از یک دیگه باشه و از دیگر اساسات و اصول شهروندی واقعا ایجاب میکنه تا همه ما و شما یعنی در راستای حفاظت و پاک نگه داشتن از محیط و طبیعت حداقل همون رسالت شهروندی خود را انجام بدیم تا باشد یعنی ما در حقیقت در همون فضای یعنی مسالمت و در فضایی که واقعا پاک و سمیمیت و حداقل فضایی باشه که حداقل همه کس در اونجا لذت ببره و حداقل تمامی کسا یکدیگر در اونجا به احترام بگذارن و رسمیت بشناسن ما در چنین فضایی یعنی واقعا زندگی بکنیم بله دقیقا حالا اکثر کسا جناب امین بعضی کسا هست قانون و حکومت خودشان مثلا زیادتر زیر سوال میبرند میگن که قانون نیست حکومت توجه نمیکنه و ما امروز هر کاری انجام میدیم مثلا ما خود ما از کسایی یاد گرفتیم که خودشان قانون گذار بودن و خودشان قانون نقض کردن این به خود شخص زیادتر مربوط میشه یا واقعا برمیگره به حکومت به قانون از دید جامعه شناسی میخوایم صحبت شما رو بشه یقینا یعنی ما همان قسمی <applause> حکومت و مفهوم دولت را یا مسئولیت های دولت را در قبال مسئولیت های طبیعی در مسئولیت های محیط زیست و در کل در جامعه یعنی حداقل به لحاظ اجتماعی یا به لحاظ جامعه شناسی اگر توجه بکنیم این است که چون حکومت بر مبنای است که قرارداد اجتماعی واقعا شکل گرفته اما یعنی متاسفانه باورهای یعنی افراطی تری که ما نسبت به حکومت و مقوله دولت داریم این است که دولت را یعنی چنین میپنداریم که باید دولت در تمامی امورات ما واقعا رشیدگی بکنه یعنی چنین یعنی بیشتر آرزومند بودن از دولت و بیشتر امیدوار بودن از دولت برای رسیدن و به حل مشکلات تمامی رفتارهای ما حداقل یک دیدگاه افرادگرانه از در چون تا زمانی که ملت و مردم جامعه بله. در, در کنار دولت مسئولیت پذیر نباشند و حداقل با دولت به عنوان یک همکار و به عنوان یک دوست خوب در پاسداری یا در حفظ و در پاسداری از طبیعت پاسداری از درشش های انسانی و اخلاقی تا زمانی که اینها همگام نشون. یعنی باورمند به با این هستم که تنها حکومت و تنها دولت نمیتونه در این راستا که حداقل به از اون محیط و از طبیعت ما به نوعی پاسداری بکنه تا زمانی که خود ما یعنی به ملت و تا زمانی که خود جامعه در حقیقت به عنوان یک همکاری خوب در کنار دولت یعنی استادگی از خود نشان بده و همکاری نشان بده یعنی ما امیدوار هستم به اینکه ما هیچ جایی نمیتونیم به صورت درست و اون چیزی که طبیعت از ما توقع داره در راستای مثلا که حل مشکلات و در راستای پاسداری از ارزش‌های ما حداقل گام‌های اساسی رو بردانیم بله دقیقاً شاید ازی هستیم که اکثر کسا شانه خالی میکنن از بار مسئولیتی که به گردنشان در جامعه مانده شده اما متاسفانه شاید ازی هستیم هر جایی که با میله و به چکر میرن هر چیزی که نشدار میکنن هر طرف میندازن میگن وظیفه شهرداری است که بیا اینجا را پاک کنه وظیفه دولت است که بیا آداب میله را بر ما یاد بده ولی نمیفهمن از یک دست هیچ وقت صدا نمیبره از طرف باید همکاری صورت بگیره که بتانیم ما شهر نظیف داشته باشیم و همچنان با دولت همکار باشیم تا که مشکلاتی که دیده در جامعه ما را کاملا رفع بسازیم آقای امین میخوایم دیدگاه کلی شما را به عنوان پیام داشته باشیم که کسایی که به میلا و به تفریح میرن آدابی که باید 100% در نظر بگیرن شامل چه چیزهایی است و چه موارد مهمتر میتونه باشه در نخواهد؟ یقین <كلم> یعنی پیام ما امی است که یعنی واقعا امان خزمه که در جریان برنامه هم فکتورهای ریاضاوری کردم به اینکه طبیعت مقدس است این پیام همی است که طبیعت مقدس است و با اون مقدسانه باید رفتار بکنین یعنی دلن... طبیعت آنجایی است که حدیقل بالای ذهن و روان آدمی یعنی واقعا تاثیر مثبت داره و انسانی که در حقیقت در چند لحظه در اونجا می باشه برای حاضر روانی یک انسانی شادتر آرامتر و در کل یک انسانی است که حداقل یعنی ذهن و روانش آماده تعامل به صورت برخوردش با دیگران است اما یعنی فرهنگ های بدره که ما متأسفانه در جریان برنامه یادآوری کردیم که ما افغان ها حداقل در جریان همین میله و تفریح خود حداقل از خود بروز میتیم یعنی فرهنگ هستند که متأسفانه منفی هستند و هر روز یعنی حداقل در این فصل که فصل بهار است هر روز به دامان و طبیعت این لکه ها یعنی میریزه و متأسفانه طبیعت ما رو به خشنش دل ساخته بله. یعنی پیشنهاد و پیام برای این است که ما حداقل بیاین ما همون کسایی که حداقل به تفریح میریم حداقل یک فرهنگسازی بکنیم فرهنگ سازی که هدیقل بتانه تشکر. پیام بتبر نسل های بعدی ما که حفاظت از طبیعت باشه اگر از حضور تاج جناب قمیر ویس امین جامعه وقت خوش سپاس از شما ایزانی که تا این لحظه هم ما تنها نگذاشتین برنامه صبح زندگی هستین در ساعت دوم برنامه نبض سلامتی زندگی را فراموش نکنید دکتر امید اگر اگر میخواین معلومات بیشتر دریافت کنید بیننده ساعت دوم صبح و زندگی باشین فعلا شما خبر ساعت هشت برمیگردیم تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر خواهید به چینل یوتیوب آریانا تلویژن پس همین لحظه سابسکرایب کنید.